به نظر من نجیب عزیز مرسی که تماس گرفتید. برادر عزیزم فکر میکنم افغانی هستید شما، با لهجه شیرین قشنگتون صحبت کردید، اگر نباشید فرق نمیکنه، عزیز ما هستیم و ممنون که تماس گرفتید. ببینید فرق چی هست این مبحث؟ این هستش که وقتی که عیسی مسیح اومد و در مورد این صحبت میکنه که میگه من میروم تا روح القدس رو برای شما برایتون بفرستم، به نظر من فاطمه هم درست حدسا درست میفرمان که میگن که در عهد عتیق هم وجود داشته، ولی چیزی که مسیح داره میگه تجربه جدیدی از روح القدس، شناخت جدیدی از روح القدس هست که خدا از طریق مسیح، شخص مسیح برای من و شما آشکار کرده. روح القدس قبلا در عهد عتیق بوده، ولی در عهد جدید وقتی مسیح در موردش صحبت میکنه یک معرفت جدیدی از شناخت خدا و ذات پروردگار برای ما روح القدس فراهم میکنه که ملموستر هست در عهد عتیق و اونو فقط از طریق عیسی مسیح میشه دریافتش کرد. برای همین هستش که مبحث تثلیث میاد و جامع زیبا به تن خودش میکنه که برای من و شما آشکار میکنه عمق محبت خدا رو از شخص پدر، پسر و روح القدس. الان وقتی نیست که بخوام وارد تمام اینها بشیم چون که مبحث خیلی زیادی هست، ولی دوست دارم از بقیه شما عزیزان من صحبت کوچیک بکنم، بعد شما عزیزان اگر دوست کامل بکنید مطمئنم صحبت های خوبی خواهید داشت. اول از همه روح القدس، پدر و پسر، هر سه اینها هیچ کدوم در بعدی از زمان به وجود نیامدن، اینها از ازل بودن تا ابد خواهند بود. دلیل اینکه مسیح میگه روح القدس رو بر شما خواهم فرستاد، به وجود اومدن روح القدس یک زمان خاصی نیست. حتی خود مسیح چون جسم روی زمین پوشید، در اون زمان نیست که مسیح به وجود اومده. پدر، پسر و روح القدس از ازل بودن و تا ابد خواهند. اما دلیلی که داره این صحبت رو میکنه، من فکر میکنم اگر حداقل با علم کم خودم میخوام صحبت بکنم، دلیلش این هست که در عهد عتیق روح القدس میاد بر انبیا قرار میگیره و بهشون مکاشفه میده، مکاشفه کار خدا، نبوت های خدا رو اعلام میکنه. اما در عهد جدید کار روح القدس خود متفاوت هست، چون ما به اون در واقع وعده کامل خدا امروز به خون عیسی مسیح پاک هستیم و بدن ما الان قابلیت رو داره که دیگه در گناه نباشه. پس روح القدس این بار در من ساکنه، روح القدس در منه، من میتونم میگه مثلا میگه بدن ما معبد خداوند هست و در واقع یه خورده اون عمق کار روح القدس هم که بعدا هم گفتن در زندگی ما عمیق‌تر داره صحبت میکنه. من فکر می‌کنم شاید تفاوت رو بیشتر در این بخواد صحبت بکنه. یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم، این هستش که هم توی عهد عتیق هم توی عهد جدید تولد تازه وجود داشت. وقتی که مسیح داشت با نیقودیموس صحبت میکرد، ازش انتظار داشت با خوندن کتب عهد عتیق به این نتیجه برسه که تولد تازه بوده. میگه تو معلم یهود هستی، اینها رو نمیدونی که باید 60 مولود بشه از نو که بتونه وارد ملکوت بشه. بنابراین این بودن روح القدس برای تولد تازه وجود داشته، ولی حالا بود خدمتی اون که و بود مکاشفه ای اون که بهش اشاره کردی، نکات خیلی مهمی هستش که ما در عهد جدید به یک مکاشفه عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌رسیم که روح القدس داره به ما میده که توی عهد عتیق به صورت خیلی سمبولیک‌تر اینها به ما داده میشه. ولی از لحاظ اینکه روح القدس خود ما بوده، این رو به صورت خیلی مشخص و تعالی می‌بینیم.